احسان بکن، نیکی بکن. امکانات، ظرفیت ها، محبتت، استعداد و هوشت، تجربت، ایمانت، اخلاقت، هر ظرفیتی و امکاناتی که داری، چه مادی چه معنوی، ازشون دریغ نکن. همه رو در خودت سهیم بکن. یک صندلی میزنید اونجا. بعضی از ما وقتی صندلی رو پست و مقام ازش میگیرن، کسی سلام خدا بهشون نمیکنه، و وقتی هم صندلی دارن، مردم از ترس بهشون سلام میکنن. ما نمیخوام اینطوری باشیم. ما نمیخوام وقتی صندلی خدمت از ما گرفتن، مردم به ما سلام نکنن. وقتی رو صندلی قدرت نشستیم، مردم از ترس به ما سلام بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه اگر اشتباه نکنم بود که یک جوانی آمد مقابل پیامبر ایستاد، میلرزید اینطوری که چطوری با پیامبر داره صحبت میکنه. این شخصیت بزرگی که مکه رو فتح کرده، همینجور دستش میلرزید. گفت آرام باش پسرم، آرام باش. من پسر زنی هستم که نون خشک خورد میکرد تو آب گوشت یا تو آب خورشی اونو میخورد. آرام باش، من که پادشاه نیستم. هیبت رسول الله فکر کرد که این رو مکه فتح کرده فلان. آرام باش، تواضع. من پسر زنی هستم که مادرش نان خشک و تکه تکه میکرد تو آبی میریخت، نرمش میکرد میخورد. سبحان الله. خدا نکنه مردم از ما بترسن به ما سلام بکنن، مردم عاشق ما باشن، بدون سلام از کنار ما رد نشن. بعضی انسان ها وقتی رو صندلی می نشستن، به اون صندلی و اون پست و مقام قیمت میدن. وقتی که بلند میشن، قیمت از اون پست و مقام هم میفته. تنها راهش احسان به مردمه و نیکیست و رحم و شفقت و مهربانی است. بعضی از دعوتگران جهان اسلام فکر میکنن با کوبیدن دیگران، با تحقیر دیگران، با تنخویی، با قضاوت درباره دیگران، با زندان رفتن، اینها نشانه این که اینها انسانهای بزرگی هستند. خشونت اصل در دعوت دعوتگران اسلامی که قرآن بر اون صحت گذاشته نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حضرت عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان بشه، شمشیر از غلاف کشیده بود تو کوچه های مکه، گره گردنش ورم کرده بود، چشماش مثل خون شده بود. دلونی علی محمد، من راهنمایی بکنید، آدرس بدید این محمد کجاست. میخوام گردنش و سرش رو هدیه بدم به قریش. و همه رو راحت بکنم. گفت برو اول خانه خودت، خانه خودتو پاک بکن. خواهرتو فاطمه بنت الخطاب بر دین محمده. عمر سرد شد، مسیرش عوض شد. داستان اینطوریه که زمانی که شمشیر کشیده بود که گردن این محمد رو بزنه و هدیه بده به قریش و مردم راحت بکنه، پیامبر در همون لحظه دعا میکرد، دستش بلند کرده بود که اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، دعا برای هدایتش میکرد. اون شمشیر کشیده بود که گردنش بزنه. نگاه کن، بدی دیگران رو در خوبی خودش و دعای خیر خودش و هدایتش خونسا میکرد، خنک میکرد. رسول مهربانی، یک انسان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه وقتی که شخصیتش به تکامل رسید، نیتش و قصدش و هدفش درست شد، به انسانها نگاه خوب پیدا کرد،
بی نهایت میتونه تاثیرگذار باشه. مثال من و شما مثل یک آهنربای بزرگ باشه. آیا آهنربا کاهو جذب میکنه؟ آیا آهنربا کاغذ رو جذب میکنه؟ آیا آهنربا پلاستیک رو جذب میکنه؟ نه، فقط آهن براده های آهن جذب میکنه، از جنس خودش جذب میکنه. هرچی آهنربا بزرگتر باشه جذبیتش بیشتره. تو نیت خیر بکن، خوب باش، نگاه خوب به انسانها داشته باش، گذشت داشته باش، نگاه کن چطوری دور جمع میشن. کل خوبی هایی که تو دنیا هست پیش کفار، غیر مسلمان و مسلمان، همه سرازیرت میشه. از جنس خودته، از جنس نیت خودته، از جنس نگاه خودت به بشریت. امروز دنیا خیلی کوچک شده. این انسانی که وقتی به تکامل میرسه میتونه رو انسانها تأثیر بگذاره. چقدر تأثیر گذاشته رسول الله صلی الله علیه وسلم رو انسانها؟ تا دلت بخواد. در طول تاریخ، در گذر زمان، پیامبر صلی الله علیه وسلم رحیم بود، مهربان بود به همه انسانها. سختی های زیادی، مشقت های زیادی متحمل شد، اما هیچ موقع نفرین نکرد. همیشه دنبال هدایت، ارشاد گذشت بود. 13 سال زندگی مکیش، بعد از اینکه هجرت کرد، کرامت انسانی رو به انسانها برگردون. در جایی این تحول و این عظمت رو به نمایش گذاشت که جامعه جاهلیت و تاریک بود. در 40 سال زندگی مکیش قبل از بعثتش، خداوند در اون جامعه افسار گسیخته پیامبرش رو مسئول کرد. در سن 20 سالگی در جنگ در حلف فضول شرکت کرد. 20 سالش بود. پیمان صلح و حمایت از مظلوم، 20 سالش بود شرکت کرد. رجاحت عقد داد در سن 35 سالگی، حجرالاسود رو بلند کرد، گذاشت در جای خودش. نزدیک بود اختلاف میفته، مانع اختلاف شد بین قبائل بزرگان قریش. در سن 25 سالگی در تجارت خدیجه رفت. خدیجه شخصی رو موکل کرد که اینو در نظر بگیر. خدیجه 2 بار شوهر گرفته بود، از اشراف بود، از تجار و سرمایه داران بود. در اون سفر برگشت، گزارش از اون میسره گرفت، بلا فاصله درنگ نکرد، رفت قاصد فرستاد، رفت خواستگاری این جوان 25 ساله که خودش 40 سال داشت. اینجا خجالت نکشید، شرم و حیا مانع نشد که مردم چه بگن. زن 40 ساله 2 بار شوهر گرفته، به خواستگاری یک جوان مجرد 25 ساله داره میره. پیامبر یتیم بود، 25 سال سن داشت، جوان بود. اون از اشراف بود، از سرمایه داران بود، بزرگان قریش خواهانش بودن، ولی به این، به خواستگاری این جوان نرفت. به خواستگاری طهارت رفت، محمد طاهر. به خواستگاری امانت رفت، محمد امین. به خواستگاری صداقت رفت. اینا سرمایه حساب میکرد، نه مال تجارتش. این سرمایه ها کم داشت، به خواستگاری حکمت رفت، محمد حکیم. رجاحت عقل، به خواستگاری رافت و رفقت و شفقت و مهربانی رفت، محمد رحیم، مهربان. این سرمایه ها کم داشت، رفت به خواستگاری این سرمایه ها. کفار قریش
در طول 40 سال محمد رو به این 5 تا وصف توصیف کرده بودن: محمد طاهر، محمد امین، محمد صادق، محمد حکیم، محمد رحیم، مهربان، بارزترین و برجسته‌ترین صفات پیامبر اخلاق نیکوش بود و انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی تواضع بکنه در مقابل قدرت و تمکن، این نمیگن اخلاق نرم، این طبیعیه که هر کسی ضعیفتر در مقابل قویتر نرمی به خرج بده. اما کسی که این همه قدرت داره و این همه موقعیت داره و تمکن داره بیاد اینطوری تواضع به خرج بده، پیامبر می‌فرمایند صلی الله علیه و سلم: الرحمون یرحمهم الله، کسانی که رحم بکنن خدا رحمشون میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به اونهایی که در روی زمینن رحم بکنید تا اونهایی که در اون که در آسمان به شما رحم بکنه. میگه خداوند رحمتو از دل انسان سنگدل در آورده. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. رحمش تعدی پیدا کرده از دوستانش حتی به دشمنانش، رحمش تعدی کرده از انسانها حتی به حیوانات. نه، اگر شما درختی بکارید یا زراعتی رو انجام بدید که اون درخت بزرگ بشه، اون زراعتتون پرنده، خزنده، انسان، هر کسی ازش استفاده بکنه، صدقه ایست برای شما. همش درباره مهربانی پیامبر هست. گفتارش، رهنمودهاش، همه درباره محبت، خدمت، گذشت، عفو. انسان کوچک حب انتقام دارد. کسی که میخواد بزرگ بشه، رهبر بشه، مصلح بشه، مربی بشه، اگه حب انتقام داشته باشه اون خیلی کوچکه. انسان‌های بزرگ که قلب‌ها رو تسخیر می‌کنن حب انتقام ندارن. انسان‌هایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لك صدرك، آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر 3 تا: صبور بودن، صبور بودن و گذشت کردن. انسان‌های کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آروم ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهش رو دور بکنه به همه انسان‌ها، نگاه زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دوربری خودش، نه به همه. سوم، مخالف پذیری. انسان هایی که دلشون کوچکه نمیتونن نگاهی و نظری و رأی غیر از رأی خودشون بپذیرن، در جا حذفش میکنن اگه قدرت دارن. سومین نشانه صدر پیامبر این که مخالف رو میپذیرفت. در مدینه با یهود و نصارا معاهده امضا کرد. کفار قریش در فتح مکه که 10,000 نفر همراهشون بود، یک جا عفو عمومی اعلام کرد: اذهبوا فانتم الطلقاء. 10,000 نفر شب رسیدن اطراف مکه، اتراق کردن. پیامبر گفت هر 10,000 نفر یک آتش باریکی روشن بکنه. ابو سفیان 21 سال جنگید با هند جگرخوار، مبارزه کرد، مصادره کرد، وادار به هجرت کرد. الان 10,000 مجاهد همراهشه که آمدن برای جان باختن. اهل مکه دیدن این همه آتش، 10,000 آتش، هیبت در دلشون افتاد. پیامبر صبح که وارد شد این آیه رو تلاوت کرد: جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تکه چوبی دستش بود، شمشیر رو تو غلاف گذاشته بودن. به هر 10,000 نفر گفت کسی شمشیر نشان اهل مکه نده، شمشیرها همه تو غلاف. برید در سیرت مطالعه بکنید، کسی که این همه الان قدرت داره
و 21 سال باش مبارزه کردن، 13 سال انواع شکنجه ها رو شه اعمال داشتن. حصار شه به ابی طالب 3 سال که بوته درخت ها رو میخوردن، شکنبه شطور رو سرشون مینداختن، وادار به هجرت به حبشه کردن، سمیه رو نیزه زدن، شکنجه بلال دادن، آل یاسر رو شکنجه دادند. فرق بین انبیا و ملوک و سلاطین و پادشاهان، یه چوبی دستش بود. میگن در تواضع متواضع ترین حالت پیامبر وارد شد صلی الله علیه و سلم، میزد تو شکم بت‌ها سقوط، بعد رفت خود بخوندن، گفت ای اهل مکه یا معشر قریش، امروز گمان شما درباره من چیه؟ گفتم برادر و پسر برادر بزرگوار و با گذشت. گفت همه تون برید که همه تون آزادید، حتی بهشون نگفت که مسلمان بشید از ترس شمشیر، ولی پای هیچ کدوم حرکت نکرد که بره. گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از 21 سال صبوری و مهربانی و تلاش و عفو عمومی و گذشت، از دشمنانش انتقام نمی گرفت و خوشش نمی آمد که لذت ببره با انتقام، اینطوری همه رو تسخیر کرد. اگر انسان مهربان نباشه نمیتونه ببخشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه مهربانی نسبت به حیوانات، میگه مردی در راهی میرفت تشنه شد، رسید به چاهی، خیلی تشنه شد، رفت تو چاه، آب آورد، خورد، جون گرفت. در مسیر میرفت، معذرت میخوام، دید که سگی از تشنگی زبان کشیده داره تلف میشه. گفت همون چیزی که قدرت رو از من گرفته بود، امروز این سگ، این حیوانم اینطوری عاجز کرده. برگشت به همون چاه، آبش کفششو گذاشت تو چاه، آب در آورد، داد به چی؟ داد به سگ، سگ جون گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که خدا از کارش تشکر کرد، ستایش کرد و او رو مورد عفو و بخشش به خاطر یک قطره آب برای یک سگی که ما میگیم این سگ نجس پلیده. و نقل میکنه پیامبر که زنی در قوم بنی اسرائیل به خاطر یک گربه به جهنم رفت، این گربه 3 روز زندانی کرد، نه اجازه داد که بنوشه، بخوره، شکار بکنه، بعد از 3 روز در باز کرد که مرده، دومشو گرفت بیرون انداخت، خداوند برش خشم گرفت. حتی برای حیوانات، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. کسی رو تحقیر نکنیم، دلمون بزرگ باشه، خیلی عنوان خوبیه. اونم تو چه روزی؟ آقای حسین نژاد گفت امروز روز جهانی مهربانیه، میتونیم همدیگر رو ببخشیم. باور بکنید امروز کفار نسبت به مسلمان ها مهربانتر از خود مسلمان ها به خودشون هم. اینایی که با کار سر مردم میبرن، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، هر کسی، اون اندازه که امروز مسلمان داره مسلمان میکشه و سر مسلمان میبره و ناموس مسلمان داره مصادره میکنه و کودکان مسلمان داره تارمار میکنه، کفار نمیکنن، خود مسلمان ها دارن میکنن. یک توبه جانانه لازم هست، باید بر بگردیم، هیچ راهی دیگه نیست. دنبال خشونت نرو که خشونت تو رو شکست میده. خشونت و ظلم مثل اسلحه ایست که لولش به طرف خودته، فکر نکن به طرف دیگری است. خشونت در همه مذاهب انسانی و مذهب عقلا و در همه ادیان آسمانی محکومه و محکومه به فناست. این مهربانی است که پایداره، این گذشته که پایداره.
بیایید معاندین رو تبدیل به مخالفین بکنیم و مخالفین رو تبدیل به موافقین بکنیم. بیایم دست دوستی به هم دیگه بدیم. بیایم هر کسی منادی وحدت بود و یک پارچگی و همبستگی و همدلی، اون دست رو بفشاریم. به رسانه های بیگانه و شبکه های مبرز، چه شیعه، چه سنی، چه یهودی، چه مسیحی، چه غیر مسلمان، چه مسلمانی که میخوان وحدت امت اسلامی و یک پارچگیشون رو به هم بزنن، تفرقه بنداز، حکومت بکن، توجه نکنیم. میدونی چرا وحدت و اتحاد و یک پارچگی عزیز و دوست داشتنی است و آرزوی هر مسلمان و انسان شریف و فهیمی است؟ به خاطر که از یک پارچگی و وحدت امنیت تولید میشه و وقتی امنیت باشه نعمت به کامتون میشه، آرامش پیدا میکنید. اگر وحدت باشه امنیت هست. ما امروز و امشب تو شهر بستگ بین برادرها و خواهرانمون، مسئولین شیعه و سنی، تو این کشور عزیزمون در منتهای آرامش 2 ساعت 3 ساعت آرامش داریم که چنین مراسمی برگزار بکنیم. به خدا همین مراسم ها اگر تو یکی از کشورهای همسایه باشه منفجرش میکنن، حتی اگه تو مسجد باشه امنیت نیست. داریم میشنویم هر شب که فلان مسجد رو منفجر کردن، فلان همایش رو منفجر کردن، فلان جلسه تشیع رو منفجر کردن، فلان جلسه تسنن رو منفجر کردن، 200 نفر کشته داد. توسط کی؟ توسط کسانی که امامه بر سرشونه، ریششون تا اینجاست. قدر این وحدت رو بدونیم. از وحدت امنیت تولید میشه. هر جایی که 3 چیز باشه زندگی به کام اونهاست: نعمت فراوان باشه، امنیت باشه، آزادی هم باشه. این 3 چیز لازم و ملزوم هم دیگه هم. نعمت باشه آزادی نباشه، آزادی باشه نعمت نباشه، نعمت و آزادی باشه امنیت نباشه. تو یه تعدادی از انسانها رو بذار تو هتل 5 ستاره، همه امکانات در اختیارشون، بذار بهشون بگوش 3 ماه حق نداره از این هتل خارج بشی، ولی بخورید. آزادی ندارن، نعمت دارن، امنیت دارن، ولی آزادی ندارن. این 3 تا باید با هم باشه تا زندگی به کام باشه. سه چیز خیلی بهش توجه بکنید: 1، خوب سلام کردن. اونایی که مارکتینگ خوندن، بازاریابی، میگن 3 چیز به زبان ساده، 3 چیز کل مارکتینگ رو 3 چیز میچرخه. بازاریابی، 1، گود سلام، زیبا سلام کردن. با 1 سلام تو میتونید 1 تحول ایجاد بکنید. این سلام کردن رو درست سلام بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کسی سلام میکرد، وقتی میخواست روبروش بشه، دستش رو دراز میکرد، دستش تا ته، تا این پنجه دستش میداد و نگاه تو چشمش میکرد، نه اینکه با سر انگشتش روش به طرفی باشه. گود سلام، با تمام وجودش سلام میکرد و میگفت السلام علیکم. نگاه تو چشمش رفت، مسیر دیگه نگاه نمیکرد، دستش هم تا ته فشرده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلامتی و امنیت بر تو باد، من دست دارم میدم و رحمت خدا بر تو باد و برکت خدا سرازیر زندگیت باد. این معنی سلامه، اینم دست من، اینم نگاه هم تو چشمت. همین سلام رو درست سلام بکنیم. گود سلام، گود اسمایل، یعنی گود لبخند زدن. پیامبر میگه لبخند زیبا صدقه است. تبسم و کفی وجه اخیک صدقه، به هم دیگه صدقه بدیم. خدا لبخند تو لب گذاشته که اخم بکنیم، به هم دیگه صدقه بدیم، لبخند بزنیم. پس خوب سلام کردن، خوب لبخند زدن و گود بای، خوب خداحافظی کردن. وقتی هم خداحافظی میکنی درست خداحافظی بکن. یک خداحافظی تا آخر عمر تو نگاه مقابلت میمونه.
ولی یک بی احترامی، بی رغبتی هنگام خداحافظی شاید چه؟ تا آخر عمر اونم روش گیر بده و مشکل پیدا بکنید. خودمون رو اصلاح بکنیم، قابل اصلاح هستیم، همه چیز مهیاست. اگر خودمون رو اصلاح نکنیم، خودمون نخواستیم، کسی مانع نشده که خودمون رو اصلاح نکنیم. از حوصله همه تون تشکر میکنم. مطالب خیلی خوبی بیان شد. از صحبت‌های امام جمعه محترم استفاده بود.